دادگاه نوی اسماعیل سواماری محاکمه روزنامه نگار عبدالستار پیرمحمدزاده را موقتا بازداشته است. دادرس پرونده از دوستانی کل تاجیکستان خواسته است که شکایت او را درباره شکنجه شدنش در اداره امور داخلی شهر وحدت بسنجند. پیرمحمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تعقیب و عذاب و عقوبت و ایزولیسی کامل گناه را به دوش گرفت. یک منبع در دادگاه نوی اسماعیل سواماری دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول مصاحب ما عبدالستار پیرمحمدزاده در جریان مرافعه چندین دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسه شهر وحدت در اعلام آورده است. بنابراین دادرس خواست شکنجه شدن یا نشدن او را بسنجند. تا آن زمان مرافعه تعطیل شد. با رسیدن خلاصه مفتشان محاکمه پرونده ادامه خواهد یافت. گفت همصحبت ما پیرمحمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالانه های حکومت صادر شده است. عبدالکریم پیرمحمدزاده برادر عبدالستار پیرمحمدزاده روز 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده که به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت که آنقدر زدند و کوفتند و به برخ ماندند که می خواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواست به خاطر افشای صحنه‌سازی حکومت رسانه شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات را به دوش بگیرد. محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب با روزنامه‌نگار بازداشت شده را رد کرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا اندم 4 نفر اونها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاعات دروغ همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه و آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.